اگه شما توی موقعیت خوب قرار بگیرین که میتونه همه چی رو براتون عوض کنه و انقدر غیر منتظر باشی که منتظرش نبوده باشین، میگین شانس آوردم. شما به شانس اعتقاد داری؟ اگه آره، پس کسی که توی موقعیت نیست بد شانسه؟ اصلا آدم بد شانس وجود داره؟ آدمایی که هر روز کنارمون با ما ادامه میدن یا دورتر از ما ادامه میدن، بین اونا کسی رو میشناسین که بد شانس باشه؟ همش بد بیاره و در براش همیشه روی یه پاشته بچرخه. شیوا جون، من 100% به شانس اعتقاد دارم، چون 1% ندارمش. دست رو هر چی که بذارم یه جوری خراب میشه که دیگه درست نمیشه. اصلا به نظر من هر کی که به دنیا میاد یا خوش شانسه یا بد شانس. فکر کن تو یه ده دور افتاده تو کلی که آب پیدا نمیشه به دنیا بیاد، اون وقت با یکی که از وقتی که چشم باز کرده هر چی که خواسته دور و برش بوده، حتی چیزایی که ممکنه هیچ وقت نیازش نشه. خب کی میتونه بگه وضع این دوتا یکیه؟ اولیش مثل من، دومیش هم مثل بقیه. ما اتفاقای خوبو نمیبینیم، برای همین هر اتفاق بعدی که برام میفته میگیم بدشانسیه. بعضی بدشانسی ها خود شانسه. طرف با سرعت میره تصادف میکنه میگه بدشانسم، همین که با اون سرعت نمردی عین شانسه. بعدش هم میگه این همه آدم تون میرن هیچیشون نمیشه، از شانس من. مشکل اینه که ما خودمونو با بقیه میسنجیم. ما عادت نکردیم خودمونو ببینیم، اونی که هستیم، اونی که وجود داره. بعد هرچی که باید از خودمون بخوایم و توی سنگ یا تو دستای کفین دنبالش میگردیم. منم میخورم. اینه. خب جواب بده. بله. سلام علیکم. نه، من دامادشون هستم. بله. رفتم بیرون، گوشیشون جا گذاشتم، برمیگردم. بله. بهشون میگم. چشم. فردا؟ چش. خداحافظ. فردا از کلانتری میان دنبالم. دروغ گفتی؟ ترسو. آره ترسی. خیلی خوب، بفرمایید چایی. به به، دست شما درد نکنه خانوم، دست شما درد نکنه. نمیخوام. نمیخورم مامان جون. خب پس من میذارم اینجا، هر کی خواست برداره. تو که دروغ گفتی، میخواستی بگی رفته سفر، دیگه هم نمیاد. بابا بیا شما همین شماره رو بگی، شما بگو. خجالت بکش. منه که زنگ بزنم میگم بیا اینجا بگیرینش خونه خواهرش قیام شده. بس دیگه مسعود، اعصاب بچه رو خورد کردی. بچه است این؟ خرچه است، نباید مسئولیت کاراشو قبول کنه. چه خبرته؟ به جای اینکه بهش دلداری بدی بگی یه فکری میکنم، نشستی یه بند داری سرش قور میزنی. من هیچ فکری نمیکنم. مرد گنده است، خرابکاری کرده، پس خودش هم پاش وای میسه، تونشو پس میده. قصه نخور مامان جون، ایشالله درست میشه. میدونی چه جوری درست میشه؟ یا طلب مردم رو جور میکنه میدی یا میری زندان. خوبی گیره تو نیفتاده، از 100 تا غریبه بدتری. نگران نباشی ها، الان عصبانیه. بابا راست میگه، دیگه همه چی تمومه. فعلا پاشو بگی بخواب مامان، خواب آدم آروم میکنه. شادی جان پاشو، تا فردا هم خدا بزرگه. شیوا تو هم پاشو، اینا رو جمع جور کن بگیریم بخوابیم. پاشو بیا مامان جون. شما تشریف ببری، منم میرم. الهی دور بگردم، حواست بهش باشه. باش خیلی تو راحت برو. خدا 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 خدا. فردا میرم کلانتری خودمو معرفی میکنم. با این شانسی که من دارم، اگه نرم یه روز که دارم تو خیابون راه میرم برم ماسک بگیرم، با تیر میزنن تو سرم. بعد میگن داشت فرار میکرد با تیر زدن. این حرفا چی؟ اصلا شانس چیه؟ یه موقع آدم هیچی اونجوری که دلش میخواد پیش نمیره. تو دیگه نگو اینو شیوا. بچگی یادت نیست؟ اومدم مدرسه‌مون تست گرفتم برای فیلم پاتال آرزوی کوچک. برای پاتال؟ نه، برای نقش پسره. خب بعد هیچی، قبول شدم. سر فیلم برداری بابا گفت عروسی دخترم است، ما رو انداخت تو ماشین رفتیم شمال. اگه رفته بودی شانس می آوردی دیگه.
متوجه می‌شدی تو این زمینه استعداد نداری، می‌رفتید می‌چسبیدی به یه حرفه، این حال روزت این نبود. اگه می‌رفتم بازی می‌کردم معروف می‌شدم، جواب سلامت هم نمی‌دادم دیگه. حالا بالاخره از این چیزا تو زندگی همه پیش میاد. حالا اون هیچی، 3 سال رفتم سربازی. اضافه خوردی؟ تیر در رفت خورد به ماشین سرهنگم. مگه تو مریضی پسر؟ کدی من تیر زدم؟ روز زامن بود، زامن خراب، ماشم شل بود، تیر در رفت خورد تو در، از تو داشبورد اومد بیرون. شانس آورده نزده کسی رو بکشه. بعد شانسی رو ببین، یک دونه تفنگ خراب تو قوای سگانه، اونم دست من بدبخت. من دیگه خسته شدم از این همه بدبختی و بدبیاری. من میرم. کجا؟ میرم خونم. فردا صبح میرم کلانتری، خودم معرفی میکنم. آره شهرام جان، برو خونه، قشنگ سر فرصت تمام وسایلتو جمع جور کن که صبح دیگه راحت باشه. آره من میرم. خب حالا صبر کن، بالاخره من میرم. من میرم. خدافظ. واقعاً ولی به نفعشه این تصمیمی که گرفته. حالا توی وضعیت با شوخی نکنی نمیشه نه؟ شوخی نکردم، کاملاً جدی گفتم. ببین شیوا، اینجوری که شما دارین با این طفلک برخورد میکنین انگار قتل عمد کرده. خب یه ذره بدهیه دیگه، یا پرداخت میکنی یا یه چند ماهی میره زندان. خودت هم تو این شرایط بودی همینو میگفتی. نه، شب بخیر. تو منو گرفته بودی تیر میزدی به من. برن تبیر منی. شهرام جوانبخت. زیر اسمت امضا. اقرار کردی تمام طلب تو از شهرام جوانبخت دریافت کردی و شکایتی ازش نداری. بله جناب صاحب. آقا شهرام سرمنده ببخشید، ولی خدا وکیلی حق بده دیگه، بالاخره منم دنبال طلبم بودم. خواهش میکنم، من پول تو چجوری بدم؟ دیگه اذیتمون نکن آقا شهرام. اسمسش اومد که پول واریز شده به حساب، زنگ زدم بانک حسابم هم چک کردم درسته. خدایش منم آدم مریضی نیستم، به جون خودت منم کم دارم، ولی خیالی نبود صبر میکرد. آقا اینجا کلانتریه دیگه. آقا شهرام، بیداری؟ بازم سرمنده تو واقعا پولتو نمیخواد؟ ای بابا ما رو گرفتی؟ دست در نکن. خدا حافظ. خدا حافظ. بله سلام نوید. نوید بابا تو چه عجب، من نمیفهم روز چه خبر است. روشی دستا چیکار میکنه آقا؟ از کجا آوردی؟ جناب سروان داد بهم، گفت آزادی. برو کار نداره، برو بیرون. تو تا الان اینجا میگفتی هی بشین، حالا برم بیرون؟ برو اینجا رو شروع نکن. بفرما. چشم. اما نوی، من کلانتریم، تو کجایی؟ آدرس بده. بازم که داره با تلفن صحبت میکنی. برو دیرون دیگه. چشم آقا، چشم. الان میرم. خب آره من اصلا نمیدونم. گفتم اینجا وای نستا. چشم الان میام. خداحافظ. به جان نوید، من اصلا نمیدونم پول از کجا آمده تو حسابش. حالا که شانس آوردی، چرا ناراحتی؟ من از این شانسا ندارم. یه یارو پیدا میشه میگه کلا برداری، یه قیفی میشه بدتر از قبلی. حالا بشین قهوه‌تو بخور تا سرد نشده. گوشی
میگم این لیمو امانی نیست از اینا که تو قرمه سبزی میندازن؟ چرا، ولی من خورد میکنم میریزم تو چایی میخورم. تو اینم بریزم؟ بریز. ولی تو خوب در کپوزی به هم زدی و سر وضعت قشنگ برگشته. همش از این میاد. این چیه؟ این همون چیزی که همه زندگی منو عوض کرد. پول، کار، موقعیت، همش به خاطر اینه. مگه این چیه؟ این چی کار میکنه؟ همه آدمای موفق موفقیتاشون رو به شانس نسبت نمیدن. ولی شانس میارن اما به کسی نمیگن. اما من بهت میگم، بیل گیتس، مارادونا، اوپرا، 100 تا آدم موفق دیگه لنگه اینو داشتن. هرچند که باور کردنش واسه سخته. ولی تو بازی آخر بایر مونیخ اگه مربیش یه دونه از اینا داشت، 4 تا از رئال نمیخورد. نه بابا. بله. تو اصلا به شانس اعتقاد داری؟ یا نه جز این دسته از آدمایی هستی که میگن خوش شانسی و بد شانسی همشون جور خرافاته؟ نه بابا، من خودم ته بد شانسم. از بچگی فقط بد شانسی آوردم. من از اینام که میگن دست به طلا بزنه گل میشه، سنگ میشه، کلوخ میشه، چی میشه؟ اونایی که میگن این حرفو دروغه، میخوان دست زیاد نشه. اینا کجا خریدی؟ نه جون من، میشه اینو گیر آورد یه دونه ما بخریم؟ چیه؟ چشت گرفتتش؟ آره. اگه میشد بخری که الان همه یکی یه دونه از اینا داشتن. باید خودش بیاد تو زندگیت. بعدم که اومد کار تموم شد باید ردش کنی بره. میخوای یه مدت دستت باشه؟ واقعا؟ دستم کنم؟ ببین، من الان تو زندگیم دیگه فعلا به این نیاز ندارم. میتونم یه مدت بدم دستت باشه، ولی هر موقع که بهش نیاز داشتم باید بهم پس بدی. یا باشه، میارم. فکر کنم از امروز صبح اول وقت شانس در خونه تو زده. اون از صبح، اینم از الان. دست درد نکنه. نمیدونم پول چجوری اومد تو حسابم، ولی چکه پاس شد. سلام. سلام خواهر گلم. بشین که دوران بدشانسیم سر اومده. ای خبری؟ انگشتر خریدی؟ نمیدونم چطوری ورق برگشت، همه چی عوض شد. واقعا تو این خونه هیچ کس به فکر من نیست. ببخشید، ماجرای شهرام خیلی وقتمو گرفت. شما مگه وقتم دارین که کسی بگیره؟ اذیتم نکن. حالش چطوره؟ خوب، خوشا. خونه سلام؟ نه بابا، رفت دنبال پسرش پیش سپیده. واقعا؟ به سلامتی. خدا کنه یه ذره خودشو باور کنه. اگه شماها اجازه بدین اون خودشو باور میکنه. ما چیکار میتونستیم بکنیم که نکردیم؟ شما بعد اجازه بدین که اون خودش با مشکلاتش روبرو بشه. روبرو شده دیگه، نشده؟ نه، اونجوری که باید واقعا نشده. فرضا چهرام برادرمه ها، چیکار کنم؟ من فکر کردم خواهرته. چرا تو نمیتونی جدی باشی؟ نه؟ نه، به خاطر اینکه تو این خونه هیچ کس شوخی سرش نمیشه. این شلوار من نباید اوتو داشته باشه. من یه شلوار اوتو کرده نباید داشته باشه. نه نداری. حالا چجوری باید برم سر کار با لباس چروک؟ نه چروک دیگه باحال اینا، چروک راحت. بله، لباس چروک و باحال به درد همون برادر مطرب بهتون می‌خوره. درست صحبت کن. شیوا، من پزشک این مملکتم. آره، خب ببین، اتو اونجاست، میز اتو هم اونجاست. تنبلی نکنی، میتونی فردا مثل پزشک بری سر کار. من واقعا از شما متشکرم. تشکر میکنم که یادآوری کردیم به بنده که اتو و میزش کجاست. نیما بابا جان، چرا ناراحتی؟ به قول خودت جونت کم شده. داره از همون سیبایی تو بازیت بخور دوباره جونت اضافه میشه. بازی فینال رو باختی. خب فدای سرت، باختی که باختی. آدم که همیشه نباید ببره، بالاخره یه روزی هم میبازه. اصلا میگن که آدم وقتی میبازه یه درسیه برای آیندهش. بعد شانسی آوردی، دقیقه آخر یه شوت زدم تو دروازه خالی، خورد به تیرک دروازه، رفتم و باختی. بابا جان بعد شانسی کدومه؟ شما یه شوت زدی سمت دروازه که گل نشده. چرا؟ چون دقت نکردی. پس بدشانسی وجود نداره اگه دقت میکردی. چی شد خانم؟ ای بابا، بدشانسی ما رو ببینا. بابا جانم، بدشانسی وجود نداره بابا، حتما یه دلیلی داره که ما با عقل کممون نمیدونیم چیه، مگه نه؟ مامان
مبارکه، خیلی خوشگله. مامان شما نمیخواییم بخریم؟ نه ماما، من فعلا لازم ندارم. اه خودتون آدرس اینجا رو دادین، گفتیم میرم میخرم. آره ولی اون یه ماه پیش بود، الان که قیمت ها دو برابر شده. خب مامان یه ماه دیگه هم باز دو برابر میشه. خب منم نمیخرم، همین ماها هستیم دیگه، هرچی گرون میشه میخریم، کاسبا هم گرون ترش میکنن. ما هم نخریم، باز بقیه میخرم. من به بقیه چی کار دارم؟ سلام ما اومدیم. سلام ما اومدیم. بودتو ببینم. تو آدم نداری در بزنی؟ نه مادر من وقتی کلید روی در جا میذاری. اه باز بابا جا گذاشته رو در کلید. سلام حالت خوبه انگارا؟ خوب خوب. سپیده چطور بود؟ خوب خوب. یه جایی با انگار خوشگل داده جمع خوبی؟ نمیدونی چی جوری رو شانسم. اون سهامی که با نوید چهار روز پیش خریدیم سه برابر قیمت فروختیمش. ببین یه سری ظرف و ظروف خریده بودیم چکی، به انبار نرسیده دو برابر قیمت فروختیمشون. من ببرم دار بذارم خونه، الان برمیگردم. ظرف و چیز خریدی؟ آره ظرف و ظروف آشپزخونه. این همونایی که ما خریده بودیم که میگفتی من به نصف قیمت برات میآوردم. بابا این پارچه همه زدگی داره، اینو پاکستانیه. مامان سپیده گفت من دیگه نمیام. یعنی چه هر ضرورت تو؟ مگه تو کار زندگی نداری؟ بابا شهر من گفت آخو میخوام تلافی این همه سال رو در بیارم. دیگه داشت دعواشون میشود که بابا شهر گفت آخو من میخوام هر روز با هم باشیم، چی کار کنم؟ اه 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 حالم بد شد. تو تلویزیون رو نگاه کن احساس. آخرش هم بابام گفت من میخوام با هم زندگی کنیم، با هم گفت باید فکر کنم. اه حالا خواهی سبتر من قبول کنه. بابام هی ازش خواهش کرد ولی مامانم فکر نمی کردم نوی شهرم انقدر زایی بازی داره. خب چه بابام میخواد آشتی کنه. خب آشتی کنه، انقدر خودش رو کوچیک نکنه. هیچ اشکالی هم نداره. تو برای اینکه دختری خودت هم لوسی، همش میخوای آدم نازتو بکشه. حالا من از دخترهای لوس نیما حرف دهن تو بفهم. نفهمم میخوای چی کار کنی؟ به مامان میگم. بیا میگم لوسی بگونم. هر دوتاتون خیلی لوسی. الان یه هفته است ما همش میریم رستوران، ظهر رستوران، شب رستوران. برگشتم گفتم یعنی چی آخه ما همش داریم میایم رستوران؟ ولی فهمیدم سپیده دوست داره با من زندگی کنه دوباره، ولی دلش میخواد من ازش بخوام. منم میدونین گفتم که برو بعد با هم ازدواج کنیم، ولی یعنی تو نمیخوای؟ ها یعنی نمیخوای سپیده برگرده؟ بعدم نمیاد، ولی نمیخوام زود تصمیم بگیرم. میدونی بعد یه آدم اشتباه دوباره تکرار کنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتم باید فکر کنم. یعنی سپیده بهت گفته که میخواد برگرده، اون وقت تو بهش گفتی که باید فکر کنی؟ خب آره. تو غلط کردی. ها؟ راست میگه بابا دیگه، غلط کردی. سپیده بهت گفته میخوام برگردم، بعد واسهش فرش قرمز بندازی، نه اینکه بگی من برم فکر بکنم. عجیبه نظره تو دهنه. برای چی بزنه تو دهنم؟ مگه چرت گفتی؟ مگه تو شعور نداری بچه؟ چند سالته؟ همه زندگیت پر اشتباهه. بابا راست میگه. حق با پدرت. به نظر منم راست میگن شهرام جان. شما سری باید جواب مثبت میدادی. مثل اینکه شما یادتون رفته خانواده دومادین. من الان میرم به سپیده زنگ میزنم. نه واسم کن چیکار کنی؟ هیچی، میرم بهش زنگ میزنم میگم ببخشید این داداش ما نفهمیده، هول شده، یه غلطی کرده، گفته من باید برم فکر بکنم. شما ببخشش، منت به سرش بذار، برگرد سر خونه زندگیت. صبر کن شیوا. آره شیوا، بهش بگو هر شرطی هم که بذاره شهرام قبول میکنه، فقط میخواد برگرده. خیلی خوب. میگم لازم نکرده. تو نمیفهمی، من میرم بهش زنگ بزنم. بابا لازم نکرده دیگه. حق با خواهرت. بابا خواهش میکنم مامان، کسی دخالت نکنه. من خودم میدونم دارم چیکار میکنم. الان هر کی دخالت کنه چی بدتر میشه. من اگه جای سپیده بودم و اصلا جوابت هم نمیدادم. من دخالت نمیکنم، فقط دیگه راجع به مسائلت با سپیده با من حرف نزن. ببین شیوا من حرف نباش، اصلا برو هر غلطی دلت میخواد بکن. یه ذره اگه صبر کنن همه چی حل. از کجا انقدر مطمئنی؟ الان نیمی از ماجرا تویی، نیمیش سپیده، که اگه اشتباه کنی از دستش میدی. ببین آخه اصلا اصل ماجرا این نیست. پس چیه؟ سپیده اصلا حرفی نزده که میخواد بیاد یا نه. مریضی؟ دروغ میگی؟ با من داشته من رستوران میگفتم، بعد اصلا چرا اینجوش؟ ببین سپیده امروز برگشت گفت که چه همه شایی میایم رستوران رستوران رستوران. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت خب کار زندگی نداری؟ بعدش هم آها،
تو هم برگشتی گفتی که بیا سر خونه زندگیت با هم دیگه دوباره زندگی کنی، اونم گفت من باید فکر کنم. آره. الانم ترسیدی که نکنه شیوا بره به سپیده زنگ بزنه گند دروغت در بیاد. آره. تو کجا فهمیدی؟ تابلوه دیگه. عزیز من توانایی دروغ گفتن نداری، دروغ نگو. بعدم بیا با یه بزرگترت مشورت کن. الان اگه شیوا بره به سپیده زنگ بزنه گند کارت در بیاد که دیگه اصلا اسمت هم نمیاره. دو روز هوای شیوا رو داشته باش تا سپیده جواب بده. نه. نمیشه بابا، مگه ندیدی با این شرایطی که الان شیوا داره اصلا نمیشه رفت سمتش. ببین جون من دیگه، من هر کاری بخوای برات میکنم، هر کاری. شهرام یه فرصتی بذار بیایم در مورد اون قضیه خرید سهام با هم دیگه مفصل صحبت کنیم. من نوکرتم هست. یه چیزی هست بین شانس و اعتماد به نفس، یه چیزی که اونا رو به هم وصل میکنه اما دیده نمیشه. برادرم بعد از این ماجرا یه آدم دیگه شده، فکر میکنه دست رو هرچی بذاره میبره. انقدر اعتماد به نفسش از خودش بیشتر شده که خودش رو یادش رفته. هیچ وقت هیچ جای زندگیش اینطوری نبوده. نمیشه که، فقط تو قصه های آبکی یه دفعه همه چی عوض میشه. داستان برادرتون واقعی نیست، اگرم باشه که دیگه خیلی اتفاقیه. اینکه درست تو بدترین شرایط یه آدم تبدیل به یه آدم خوش شانس بشه خیلی شعاریه. تازه اون که به هرچی میخواد میرسه معلومه که با اعتماد به نفسه. اون نباشه کی باشه؟ وقتی همش رو بردی حالت خوبه دیگه. تو الان داری میبری؟ ببین وقتی میخوای بپری مثل عقاب باید بپری که هرکی میخواد ببینته سرش رو بگیره عقب. یواش یواش حالت داره بد میشه ها. واسه اجرا سالون گرفتم. یارو گفت یه سال دیگه. گفتم 20 اجرای اولو خودم میخرم. گفت 5 ماه دیگه بیا بار اجرا. با حامد و مهنازم صحبت کردم. یه تبلیغ درست میخرفونه. حامد و مهناز دیگه چیه؟ بهداد و افشار. عمرن اگه من تو سه ماه پیش جرأت میکردم حامد بهداد تلفنی حرف بزنم. چه برسه بخوام باش قرارداد ببندم. تو همینطوری رفتی قرارداد بسی. من نمیدونم اونا چجوری به تو اعتماد پیدا کردن. مگه تو سرمایه گذار داری؟ سرمایه گذار خودمم. دنبال یه کارگردان اسمی میگردم. قرارداد رو نمیبندم تمرینا شروع میشه. یعنی میخوای تهیه کننده بشی؟ الان که کسی نمیاد به عنوان بازیگر دنبال من. ببین اولش باید پول خرج کنی. وقتی که کارت گرفت دیگه رفتی. خودم یکی از نقش اصلیام بازی میکنم. اگه نشد و نرفتی چی؟ امکان نداره، همه چی سر جاشه. نمیشه که پارو گرده مردم بذاری بعد بگی قد خودم بلنده. حسودیت میشه. بی جنبه دیگه. نگاه کن تو رو قرآن. ببین این سهام شرکت که میگفتی همین هستی ها؟ آره. خیلی خوب، تو خودت هم باید بخری ها. من الان دارم روی شانس تو سرمایه گذاری میکنم. بهت بگم بخور سرد میشه. اوهو که ایتالا قهوه خور شدی. هنرمندا همشون قهوه میخوره. خوبه خوبه. این سهام چقدر هست؟ چنده؟ چی؟ همین قیمت این سهام. چی؟ چته؟ چی؟ شهرام لام تا کام راجع به این قضیه با هیچ کس حرف نمیزنی. متوجه شدی؟ خیلی خوب بابا. حواست جمع باشه. شهرام دروغ میگه. یعنی سپیده نمیخواد باهاش زندگی کنه؟ نه. شیبا جان تو خودت زنی. خوب میدونه که اگه سپیده شهرام رو فراموش کرده بود میرفت با یکی ازدواج میکرد، یا حداقل قصد ازدواج با یکی رو داشت. مامان از کجا میدونین که قصدش رو نداره؟ اگه قصدش رو داشت بالاخره پنهون نیمون صداش در میومد. خب شاید ما نشنیدیم. میگن حرف راست رو باید از بچه شنید. مازیار میگه مامان باباش میخوان آشتی کنن. مامان این انگشتره داره درد سرساز میشه. شهرام خیلی پر رو خودخواه شده. حالا شهرام انگشتر دستش کرده باورش شده. بابا رو بگو. بابا چی شده؟ هیچی، میخواد خونه رو بفروشه پولشو بده شهرام واسه سرمایه گذاری. ای مامان. بهش میگم مسعود تو که خودت خوب میدونی قصه انگشتر رو آوردن شانس رو ما خودمون ساختیم. میگه مهم اینه که فعلا داره جواب میده. خدا خودش بخیر کنه. یه چند روز صبر کنید خودم درستش میکنم. چی کار میخوای بکنی مامان؟ میرم با شهرام حرف میزنم. اگه گوش کرد که هیچ، اگه نکرد محکم میخوابونم تو دهنش. دست سپیده رو میگیرم میارم قربون دستت برم. فعلا تو با هم آشتی نکردن نمیشه حرفی زد.
یه چیزی بگم؟ ولش کن. بگو ببینم چی رو داری قایم میکنی؟ میترسم اگه بگم دعوا بشه. دعوا نمیشه. قول؟ شادی؟ تو بگو قول. به من مربوطه مگه؟ آره مربوط میشه. خیلی خوب قول میدم. به فرزاد مربوطه؟ نه، ولی اونم میدونه. چیو میدونه؟ اصلا سپیده نگفته میخواد برگرده. چی؟ نگفتم، من میدونستم. شهرام به سپیده گفته برگرد، اونم گفته باید فکر کنم. اینا رو همه رو مازیار گفت. شیوا تو قول داده بودی. آره ولی کلا عادت ندارم سر قولم وایسم. شیوا جان یه دقیقه صبر کن مامان، یه دقیقه صبر کن. مامان آخه پسر چجوری جرأت کرده دروغ به این گندگی به ما بگه؟ فرزاد هم میدونه نه؟ آره من میدونم. فرزاد مامان شما یه دقیقه صبر کن، عجله نکن، قربون شکلت برم، همین چی رو به هم میزنی. جلساتتون چطور پیش میره؟ جلسات؟ بله، جلسات. جلسه مگه چیه؟ نشست و بحث در مورد موضوع خاص که میشه صورت جلسه. بعدش هم قراره هیچکی ازش خبردار نشه. ای بابا، توی خونه مگه میشه کاری کرد کسی خبردار نشه؟ تو این شامل شما نمیشه آقای دکتر. من اصلا شامل این خونه نمیشم که چیزی بخواد شاملم بشه یا نه. اگه راجع به سپیده است، من هنوز به نتیجه نرسیدم. بخوام بهش خبر بدم، شما رو مطلع میکنم. شما قرار بودی مامان در مورد سپیده که من هنوزم دارم میگم تو غلط کردی. اسمت هم نمیخوام بیارم، اونو نمیگم، در اساتتون میگم. شهرم تنها بود. من نیست اون روزا همیشه 5-6 نفر دور و برش بودن. خب به چه نتیجه رسیدی؟ رو کنه آقای دکتر. آقای جوان وقت من که همه چیزم روه. داره خنگ بازی داره میاری یا منو خنگ فرض کردی؟ رزشون دارم میگم در جلساتتون در مورد سرمایه گذاری به کجا رسی؟ تنها خوری خوب نیست آقای دکتر، منم هستم. با افتاب از کدوم طرف داره من؟ فرزاد بیا. جانم بیا بیرون کارت دارم. من هم دارم حرف میزنیم. گفتم همین الان کارت دارم. خانمم اجازه بده رسالت درست تموم شد. ای بابا توی خونه همه به ما زور میگن. آقا ببخشید من الان میام خدمتتون. چی تو اینقدر تند و تند میای بالا؟ بابا خودت مگه نگفتی برم هوای شهرامو داشته باشم؟ چیه؟ خودت گفتی برو مخ شهرامو بزن با سپیده آشتی کنه. بابا یه جوری نگاه میکنید دارم اصلا دست و پاشو گم میکنه. من به خاطر شما خانم رفتم اینجا. باشه بسه، من دیگه تو کار خانواده شما دخالت نمیکنم که نمیکنم. تو فکر کردی من گاگولم؟ میشه طرز حرف زدن گاگول چیه؟ چیه نگفتی؟ چیه نگفتی؟ چرا گفتی شهرام داره دروغ میگه؟ دروغ به کی؟ به چی؟ برای چی؟ خانم تو امروز درست توهین آمیز من حرف میزنی. باورم نمیشه انقدر پر باشه. همینجوری بر رو بر داری من نگاه میکنی خودت زدی به اون راه. کدوم راه چی داری میگی شیوا جان امروز؟ من همین الان برای توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. اجازه بده خانومم گلم بزن من توضیح بدم. لازم نکرده همینه دیگه، احترام توی خونه از بین رفته. به ما بیرون میگن آقای دکتر اینجا. فرزاد کجا؟ باید توضیح بدم کجا میرم. خب معلومه دیگه دارم میرم تو اتاق. بیا بشین کارت دارم. میگم بیا بشین کارت دارم. کجا؟ خونه من عروسک هم بیا برو خونه مام بزرگ اینا. تو نگفته هم نه اینا همونجا بمونی. شیوا مثل که حالت خوب نیست؟ نه اصلا خوب نیستم، خیلی هم بدم، از دست تو هم بدم. ستایی با همدیگه جمع شدین جلسه میذارین که چی؟ میخواین کار را بندازین؟ ما هنوز راجبش حرفم نزدیم، همه فهمیدن؟ ما هممون میدونیم که تو زنگ زدی به نوید و اون داستان انگشتر و اینا رو برای شهرام پیاده کردی. و تو میدونی که من اصلا به شانس و اینا اعتقاد ندارم. من میگم تو زندگی باید رنج کشید. اصلا خودم هم با رنج کشیدن به اینجا رسیدم.
ولی الان داریم میبینیم شهرام چجوری شده. دست به هر چی میزنه طلا میشه. قبول نداری؟ قبول داری دیگه، قبول داری؟ برای همینم من نشستم فکر کردم، گفتم که پولی هستش که ما برای وام اینا گذاشتیم، اونو بگیریم بدیم شهرام سرمایه گذاری کنه. ها؟ تو موافقی که این پولو بگیریم بدیم شهرام سرمایه گذاری کنه دیگه؟ نه؟ آره دیگه موافقه دیگه. آخه ببینیم، من که گفتم میخوام فکر کنم. تو زندگیت هیچ وقت فکر نکردی، الان که باید عمل بکنی و فکر نکنی میخوای فکر بکنی. آخه من کسی چه مربوطه؟ من میدونم و سپیده زندگی ماست فعلا که به همه چی شبیه الا زندگی. شما همه تون دست به یکی کردیم، من ببینم میتونین یه کار کنین زندگی زندگی نشه. که چی؟ دست به یکی کردیم که چی بشه؟ چی گیرمون میاد؟ شما ها برای چی اومدیم بیرون؟ مگه فردا مهمون نداریم؟ من همه چی رو درستش میکنم، این مهمونی تو فقط کنسل کن. مهمونی من هیچ ربطی به تو نداره، سپیده عروس هم نیست، مادر نوام که هست. آره بیا بگو، من هنوز فکرامو نکردم. بگو زبان میخوام عروس خانم. حداقلش اینه که سپیده میفهمه موزه ما با تو فرق داره. من خودم همه چی رو درستش میکنم. ببین برو فکراتو بکن، هر وقت صلاح دونستی به سپیده جواب بده. ما فردا یه مهمونی ساده داریم، همین بیا این تو ببینم. صبر کنید الان خودش میاد. یک دو سه. نعیمت من میدونستم اصلا خیلی پروتر از این حرفا شده ماما. ایوان باز کن، باز کن، باز کن، باز کن. کیه؟ باز کن دیگه، باز کن. کیه؟ محمد آقاست، پرتغال آورد. مامان اون مهمونیتون رو به هم بزنید، همه چی رو خراب میکنی. چرا؟ فرزاد بهت گفت؟ اون از تو پروتر، حالا خدمتش میرسم. آره من از سپیده خواستم که برگرده با هم زندگی کنیم، اونم گفت باید فکر کنم، هنوز جواب نداده. نمیخواستم دروغ بگم، نمیدونم چطوری یا همه برعکس شد. تو خجالت نمیکشی؟ نمیگه اگه سپیده بفهمه دیگه تو روت نگاه نمیکنه؟ مادر من بذارید همه چی اونجوری که باید پیش بره، من مطمئنم اون جواب مثبت میده. من الان رو شانسم. شهرام یه کاری نکن دیگه نشه جمعش کرد. همه چی داره درست میشه خواهر من. من کلانتری بودم، من خودم رو تو حیات زندان دیدم، سایه تناب دار رو گردنم بود، ولی یکی که نمیخواست اسمشم من بدونم پول ریخت تو حسابم، من برگشتم. خب این اسمش شانس نیست ها؟ شانس نیست؟ پس چیه؟ پس چیه؟ خب ببین شاید واسه کسایی هنوز خیلی مهمی، یکم با خودت رو راست باشی شاید متوجه بشی. همه تون نشسته بودین عین یه مرد، رفتم خودم رو کلانتری معرفی کردم. چرا کمکم نکردین؟ چرا کمکم نکردین؟ تو اصلا میدونی شادی؟ چرا نگم؟ بذاریم بدونه. چی رو باید بدونم؟ چی رو باید بدونم؟ اون پولو مامانو شیوا ریختم به حسابت. اگه من بدونم میام نگو. ولی اینو بدون، آدم بدشانس باشه بهتر از اینه که بی‌انصاف باشه. من میرم مازیا رو بیارم. آخه یه جوری رفت، دلم ریخت. خب تقصیر خودشه دیگه. مامان این داره میره پیش سپیده، نکنه بره به سپیده بگه اون بفهمه ما دروغ گفتیم. راست میگه مامان، یا بهش سنگ بزنیم دعوتش کنیم، یا اینکه بهش بگیم حداقل تو جریان باشه. برو گوشی به من بده، زود باش. میگم اگه یه وقت گفت نمیتونم بیام چی چیکار کنیم؟ الان شهرام هم میره گندش در میاد. بابا الو سلام سپیده جان، قربونت، چه خبر، چطوری؟ ها؟ چرا چیزی شده؟
خب کی حرف رو بهت زده؟ مازیار؟ نه ببین عزیز من، یه دقیقه به من گوش بده. تو الان عصبانی هستی سپیده جان، یه چند لحظه به من گوش بده ببین چیکار. خیلی خوب، چی بگم؟ باش، خداحافظ. بودو برو به شهرام بگو اگه نرفته نره. چی شده؟ هیچی، با مازیار همه چیزو به مامانش گفته. وقتی شهرام ماجرای انگشتر و پولی که بهش داده بودیم و فهمید، همه اعتماد به نفسش از دست داد. انگار یخ زده باشه. می نشست تو خونه و به دیوار نگاه میکرد. دوباره شده بود همون آدمی که هر کاری میکرد هر جوری میشد غیر اونجوری که میخواست. همه چی از باور آدم میاد. اگه باور کنی هر چی رو که میخوای میتونی به دستش بیاری، حتما به دستش میاری. یه جایی خوندم کسی که تو بچگیش یه نقصی داشته باشه، وقتی بزرگ شد اگه قهرمان ماراتون نشه فقط تقصیر خودشه، نه هیچ کس دیگه. شما با این موافقین؟ این قصه هیچ جوره واقعی نمیشه. حالا تاش هر جوری که میخواد تموم شه. به هر حال گپ خوبی بود عزیزم. قرار نیست همیشه یه نتیجه باشه. اما من هنوز میگم خوش شانسی و بد شانسی از وقتی به دنیا میای همراته. هیچ وقت هم عوض نمیشه. شانس که وجود داره، نمیشه گفت که نیست. ولی از بیرون نمیاد در خونه آدمو بزنه. شانس اینه یه پاس خوب به یه مهاجم فوتباله که 90 دقیقه هیچ توپی بهش نرسیده، ولی باید آماده باشه، چون وقتی که توپ رسید بهش فقط باید بزنه تو دروازه. یه گل طلایی تو آخرین دقیقه بازی. نمونهش همین بازی تیم خودمون با کره.